خواهران و برادران عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما تشکری میکنم از حوصله مندیتان و از تشریف آوریتان برای تجلیل از یک روز بزرگ و تجلیل از پیروزی از جهاد مردم مسلمان افغانستان و پیروزیشان در مقابل ظلم و ستم. هموطنای عزیز ما، جهاد افغانستان 14 قبل با کودتای کمونیستی در این سرزمین و در این سرزمین اسلامی و بعد از اشغال توسط نیروهای شوروی تلاش صورت گرفت تا عقیده، آزادی و عزت این سرزمین را دوباره احیا بکنند و از سلب او توسط عناصر مزدور و عناصر ضد دین و دین ستیز جلوگیری بکنند. و در این راستا دولت وقت صحبت ها را بزرگان انجام دادند، اساتید، مجاهدین و بزرگواران صحبت های مکتبی و دلیل انجام دادند. من لازمه و تکرارش نمی بینم، اما فقط نکاتی را اینجا عرض می کنم خدمتتان که متاسفانه رژیم سابق با ظلم و ستم شروع کرد بر از بین بردن پایه هایی که این کشور بالای استوار بود. اولین پایه عقیده بود، وحدت و اتحاد بود، باور به استادگی و مقاومت بود. شهدا و مجاهدین ما را، مبارزین را، دانشجویا، اساتید و در رأس علما را تحت پیگرد قرار دادند. خفقان حاکم بود، هیچ کس اجازه حتی صدا بلند کردن و تفاوت دیدگاه را نداشت. تحت پیگرد قرار دادند، تحقیر کردند، شکنجه کردند، به زندان انداختند و شهید کردند. تنها در یک قیام مردم با عزت هرات ما و شما که مردم به خاطر خدا استاد شد، 24,000 مسلمان در یک روز شهید ساختند. این ظلم، این ستم باعث شد که مردم مسلمان افغانستان از هر گوشه ای کشور زیر بیرق اسلام قیام بکنن تا بالاخره 8 ثور پیروزی، امو قسمی که تمام بزرگا در اینجا صحبت کردن، مربوط همه مردم افغانستان است، بالاخره نصیبشان شود. اگرچه دوستا صحبتی را انجام دادن در قسمت ای که اهمیت تجلیل امروز، اهمیت ارجگذاری به امروز و درک این نکته مهم که چرا ما امروز اینجا جمع شدیم، به چه خاطر است، صحبت ها را به شکل تکمیلی برادران انجام دادن. اما در این حال یک مسئله ای را که لازم می دانم اینجا ذکر بکنیم ایست که شاید کوشش های در 20 سال گذشته، چه بسا اشتباهات سیاسیونی بوده که به نمایندگی از حوزه ما رفته بودن، یا عده‌ای که بقایای تفکر قبل بودن در صدد ای بودن که این روز را از مردم دور بسازن، توطئه بکنن، نفاق بندازن، اختلاف بندازن و این تاریخی که باعث هویت مشترک با کل مردم افغانستان شد و سمبول تجلی اراده واحد مردم افغانستان، همون قسمی که آیسب گفتن، از پکتیا تا کنر تا هرات تا پنجشیر تا بدخشان تا کابل شد، این را از من تو بگیرن. اما حضور پرشور شما مردم امروز در جلسه امروز نشان ازی داره که هر چقدر توطئه کردن، بازم حرف خداست و ید الله فوق ایدیهم. تا وقتی که این احساس در وجود من تو زنده است، تا وقتی که به این باور هستیم که راه شهدا، راه انقلاب اسلامی، راه اون نهضت اسلامی و راهی این مردم در مسیر حق بوده و باید ادامه پیدا کنه، و تا وقتی که زبان هر طفل این مملکت
با کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله میچرخه این ملت و این مردم جهاد خدا، مجاهدت خدا، مقاومت خدا و شهدای خدا هیچ وقت فراموش نمیکنن. صحبت ها را انجام دادن که چطور مردم مسلمان افغانستان با تنهایی خود با شکم گرسنه و دست خالی استاد شدن، مبارزه کردن، مجاهدت کردن و پیروز شدن. نه تنها که باعث یک روحیه وحدت، یک غرور ملی و یک تاریخ زنده اتحاد و اتفاق و برادری در داخل خود افغانستان شدن و باعث جلوگیری از آمدن تفکرات دین ستیز برای کلن زدودن فرهنگ دین دوستی و شریعت دوستی جلوگیری صورت گرفت در مقابلش، بلکه تلاش این مردم و این ملت باعث آزاد شدن بسیار از ملت ها و بسیار از کشورهای دیگه شد. یک عده شکست و فروپاشی شوروی را متوجه و بسیار از مسائل دیگه می سازن، چون کمبود اقتصادی و مسائل دیگه، اما بدون شک اما قسمی که مجاهدین گفتن فروپاشی جماهیر شوروی در نتیجه مبارزه و مقاومت مردم مسلمان افغانستان بود. فروپاشی دیوار برلین در نتیجه مبارزه و مقاومت مردم مسلمان افغانستان بود که ملت‌های دیگه مردم مسلمان ما و شما را دیده روحیه گرفتن، اونا هم استاد شدن و فریاد خود را بلند ساختن. لحاظا پیامدهای جهاد و پیامدهای استادگی مردم افغانستان در مقابل ظلم و ستم داخل و تجاوز بیرون یک چیز آشکار و هویداست و لازم به تکرارش نیست. ای که امروز متاسفانه در طول 20 سال گذشته سیاست به ای بوده که مجاهدین و انزوا برده شوند، فرهنگ جهاد و مقاومت، هویت جهاد و مقاومت به انزوا برده شود. کسی دروازه های خیمه لویجرگه را بر روی مردم مسلمان ما بسته کرده نمیتونه. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. و ما نیاز به اجازه کسی نداریم که بخوایم مجالس خود برگزار کنیم، مخصوصا مجلسی که باعث وحدت و اتحاد ماست. اما فکر میکردیم که شاید شرایط قسمی است که به این درک رسیده باشن سیاسیون که راه حل دیروز اتحاد مجاهدین بود در مقابل تجاوز سرخ، اتحاد مقاومتگرا و مجاهدین بود در مقابل تجاوز سیاه. امروز هم نیاز مبرم کشور اتحاد و انسجام مجاهدین است. اما متاسفانه سیاست امروز ادامه سیاست 20 سال، یعنی کنار زدن و انزوای مجاهدین، و این نتیجه شما و شما امروز میبینیم. اوضاعی که کشور در حال قرار داره، ناامنی و بدامنی که ما و شما در او قرار داریم، تمامش نتیجه به انزوا بردن و دوری جستن از این هویت کلان مردم افغانستان، یعنی جهاد و مقاومتشان است. خود را آماده می سازیم به ای که خدا بخواهی قوی تر از پیشتر با تعهد راسخ و عزم راسخ و تعهد به خدا و شهدا این مسیر تا جای امکان و چون حرف عامر صاحب شهید پیرم خال تا آخرین قطره خون انشالله ادامه بتیم و تعقیب بکنیم انشالله. به این منظور مردم قهرمان افغانستان، شاید متاسفانه یکی از اشتباهات همی بود که در 20 سال به هر دلیل این مسئله از حنجره نماینده های حوزه جهاد صحبت نمی شد، اما این را واضح و آشکار اعلان میکنیم که در کارهای ما و در تلاش جدی برای انسجام مجاهدین و اتفاق و اتحاد ما
و دید ما بر آینده افغانستان، حضور علما، تطبیق شریعت اسلام و برقرار کردن یک نظام اسلامی یک شرط اصلی می باشه و مجاهدین ما، مقاومتگرای ما به خاطر این دو امر مهم مبارزه کردن، تلاش کردن و به خاطر او خون دادن و ما از هیچ فداکاری به خاطر این اصل مهم دریغ نخواد کردیم و هیچ بهانه پیش هیچ گروهی نمیمانه که حال مخصوصا که خارجی ها در حال خروج هستن، جنگ و ادامه جنگ و ادامه خونریزی هیچ بهانه دیگه پیش خود نمی داشته باشه. مجاهدین آماده فداکاری هستن. ما خواهان صلح هستیم. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. ما خواهان صلح هستیم و آماده فداکاری. مجاهدین خواستار تطبیق شریعت و آمدن دولت اسلامی. اما در عین حال که ما پیام های صلح را پیش می کنیم، در حالی که ما تشویق می کنیم تمام طرف ها را، علل خصوص تحریک طالبان را، برای ختم جنگ و استفاده از فرصت صلح امروز برای ساختن یک افغانستانی که به قول قهرمان ملی هم با خود بتانیم زندگی بکنیم هم با دنیای بیرون، در عین حالی که ما این را پیشنهاد میکنیم و بار دیگه میگیم خیلی قبلتر از تحریک طالبا این مجاهدین بودند که به خاطر خدا، به خاطر شریعت و اسلام بلند شدن و هنوز امو بیرق بلند داره. برادران و خواهرای عزیز، بسیار واضح در ارتباط شرایط آینده ضد ضمن استقبال از صلح و آمدن صلح و ساختن یک دولت مشترک و ساختن افغانستان آباد، آزاد، مستقل با تمام گروه ها، در عین حال که را پیشنهاد میکنیم و مسیر خود را مشخص ساختیم که به خاطر چی ما استاد شدیم و ادامه راه کدام شهداست، در عین حال جدا واضح این رمو قسمی که برادرها اعلان کردن ما اینجا اعلان میکنیم. در صورتی که ملت و مردم ما مجبور شون، در صورتی که دید طرف ها به ای باشه که راه حل در افغانستان راه حل نظامی است، ما هم آمادگی نظامی خود را در جمع مجاهدین، به مشوره مجاهدین، به حمایت مردم مسلمان افغانستان و در چت زیر چتر حمایت علما برای تطبیق شریعت و آوردن نظام واقعی اسلامی که خواست شهدا و مجاهدین ما بود، انشالله آمادگی خودم میگیریم بخیر.